بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. به حضور گرامی استادان عزیز معارف و تحصیلات عالی، کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا، جوانان عزیز، شاگردان عزیز، از همه گفتارها پیش از گروه موسیقی ما تشکر میکنیم. از آهنگهای زیبا و نغمه های زیباشون سال به سال بهتر شده میرن، سال به سال بهتر شده میرن. خب امروز یعنی 10 سال بعد از کوشش ما در راه بهبود معارف و تحصیلات عالی و کاریابی و کار ایجاد کردن، ما تازه به مرحله رسیدیم که توان دایر کردن یک سیمینار در این مورد داریم تا تدابیر برای فردا گرفته باشیم. میبینیم که ترقی چقدر مشکل است و تخریب چقدر آسان. چیزی که ما با 10 سال خود به او قدر ناچیزش رساندیم میتونه که با یک روز با یک بم از بین برو تخریب شد. از انسان رسیده ما تا تعمیر ساخته شده ما و بناهای ما، ما پری روز با نمیدانم غلامای فاریاب ما بودن و یا اعضای شورای ولایتی و والی صاحب اروزگان بودن، دو مجلس اخیر با می دو ولایت بود، چهارشنبه و پنجشنبه، در یکی از دو مجالس صحبت داشتیم در مورد ازی که افغانستان به اثر جنگ ها و ایرانی ها چقدر پس ماند. 30 سال ما در جنگ و ایرانی بودیم که خودش 30 سال پسمانی و رکود مطلق بود و باز بناها و تأسیسات و تعلیم ما و اونایی که آموخته بودن از راه مهاجرت ها و از راه شهادت ها و بیچاره شدن ما، اونها هم از دست رفتن که حداقل 30 سال دیگه به او اضافه شد. پس ما 60 سال پس ماندیم از جهان و جهان از ما 30 سال پیش رفت. 60 سال و 30 سال که با هم جمع کنیم میشه 90 سال. 60 سال عقب رفتن ما از نقطه‌ای که بودیم و 30 سال پیش رفت اونها میشه 90 سال. این 90 سال چطور میتوان طی کرد که به اونها برسیم؟ وقتی که ما اونها میگیم منظور امریکا و چین و جرمنی و اینا نیست، وقتی که اونها میگیم منظور همسایه‌ای است. ما حول نزدیکتر ماست. قسمی که چند سال پیش خدمت تان عرض کردم، اگر جوانای همسایه‌های ما منزل 1 ساعت را به 2 ساعت میرن، ما باید به 30 ساعت بریم و یا کمتر بسازیم. به هر صورت عجله و به همراه عجله دقت و تحتان گذاری درست. تنها با عجلم نمیشه، انسان را نمیتون با عجله ساخت. کوشش با عجله درست است، آغاز کار با عجله درست است، ولی برای انسان سازی وقت ضرور است
و او وقت بعد ما کوشش کنیم که درست استعمال کنیم و به خیر جوان عزیز و ترمو استعمال کنیم. به هر حال تاسو درو وزارتو تا در تحصیلات عالی، معارف او کار و امور اجتماعی دی ابتکار تا شرح راست وایی دیر مننکو دیر بهترین ابتکار دی کلی چیزا پا دی ابتکار خبر سپنم نو ما فورا نو دوی طور جدا دیر شخبر دا او پا دی که چه هر وقت هستی سمینار نسی زمان نور پروگرام رو معتلی زبا در ترازم او ارزو میدالش دا ستا سمینار دری ورزی سمینار دی بلی دا دری ورزی زموش پوهان چه پا دا پوه آگاه دی او پا دی کسی پو دی دا دری ورزی خپل حواد ماحولی او ټول هغه چې لازم دي د افغانستان د معارف او تحصیلات عالی او د کاریابۍ د ودې لپاره وڅېړي، هغه پیشنهادات وکړي چې زموږ لاره په لنډ سي، په سرعت سي، او په عین حال کې مو خپل هدف ته هم داسې ورسي چې رښتیا کارپوه او تحصیل یافته سو، چې رښتیا کارپوه او تحصیل یافته سو. زه محدود پیشنهادات درته لرم. څه پیشنهادات د ورونو او د خور په خبرو کې به څه به زه نوي درته وکړم. حقیقتا چې زموږ د کانکور نظام زوړ دی او پخوانی سوی دی. د کانکور د لارې موږ د ټولو استعدادو جذب نسو کولای عالي تحصیلاتو ته. یو هلک دی، یو نجلۍ ده، اول نمره فارغه سوې ده، سخت کوشش یې کړی دی، خو د کانکور د امتحان په ورځ په هر دلیل یا په کور کې خوا بدیا یا ناجوړه یا په دغه ورځ سهوه دا د هغه استعداد څخه چې خدای تعالی ورکړی دی او د هغه کوښښ چې دی کوي پاتېږي په دې چې یو یا دوه سواله یې صحیح جواب کړي نه دي. نو دا هلک نجلۍ که غواړي چې انجینیره سي په یوه غلطي هغه ځای ته نه رسېږي، یا مطلق پاتې یا هغه فاکولټې ته یا پوهنځۍ ته ورکول کېږي چې د دې خوښه نه ده او د دې د تحصیلاتو شوق نه ده. د نوي کانکور د سیسټم د جوړولو لپاره اقدام ضروري خبره ده. په دې کې زما یو پیشنهاد دا دی چې یو خو به کانکور اصلاح کوو، بل یوه لاره بله هم کیدای سي، هغه دا ده چې هغه شاګردان هلکان او نجونې چې په لسم صنف کې یو لسم صنف کې او دوله سم سم کې په امتحانو کې اول دوهم دریم څلورم تر پنځم پورې راغلي دي، هغوی بې کانکور شامل کړي پوهنتون. هغوی بې کانکور پوهنتون شامل کړي، دا به دوه کار وکړي. یو به دا د دوی د درو کالو خواریو زحمتونو په یوه امتحان کې عبث شوي نه وي د کانکور. دوهم به دوی هغه رشتو ته چې د دوی خوښه ده تشویقېږي. دریم دا به د ټولو نورو شاګردانو د تشویق باعث شي چې که زه غواړم چې به وایم یا اقتصاد وایم یا اداره وایم یا تجارت وایم، نو که زه کوشش وکم او په دغه ساعت کې ځان ورزم نو زه به دې ځای ته رسېږم. په نورو دنیا کې دا رواج راغلی دی، دا سیستم راغلی دی په ځینو هېوادو کې، او نور چې په تعریف او تعلیم او تاثیراتو کې وده کړې ده هغوی هم په دې سیستم بس کار کوي. دوهم دا چې که ستاسو په یاد وي د داود خان شهید د ریاست جمهوری په دور کې زما په خیال چې
مش بنهم مكتب كود لعتمسم كود همسم كود وقت هل تبي سيستم درويستي بقى وقت معرف نظام شيء دنا همسم فرصته بشاعردان تقسم كين دل خبل رشتوته دخوشي رشتوته سانس او اجتماعيات نبيرم توس هم داستا كنست نست عدار ديار مهم خبر ولچو ما شاگرد تر نه هم سف په اخوا خپل ارزو لري پسان پود چې زکم زایته زم ز چې کله نیم روزه تلوم تیر کال حالت د جنجرو مکتب ته ورغلم د اتم او نه هم او لسم سف په اخوا دا ټول جن په دې پوهیږي د استغاله پاینې چا غوښته چې معلم سي چا غوښته چې ډاکټر سي چا غوښته چې اقتصاد ولول چا غوښته چې انجنیر ولول چا غوښته چې حقوقدان سي نو د نه هم صرف په اخوا دا رشته بندي د معارف ډېر ضروري خبره ده او دا به هغه ځای ته معارف ورسي چې بیا تخنیکي او میخانیکي مکتبو او انګلیزي اصطلاح وکیشنل ټریننګ زموږ دا نه پوهېږم اصطلاح سره دې ته به هم ورسېږي حرفوي زده کړو دې ته به هم ځان ورسېږي نو هغه ځوانان چې په ساینس کې دي مضامین یې کیمیا ده او فزیک دي او بایولوژي ده او ریاضي ده او څه ده او څه ده او څه دي هغوی ته په دا درې کار کې ډېره موقع په لاس ورځي چې په خپله ساحه کې ځان ورسي او مخته سي او که په دوی کې اول و دوهم و درېم و څلورم درې کاله سر پر سر راغلي وه یو کال په مابین کې یعنی هغه بیا سړی د معقولیت د لارې یو حد وسط ټاکلی سي هغه چې مخامخ فاکولټو ته شامل سي نور دي بیا چې پاتې دي په دا درې کاله کې اول تر پنځم پورې نه دي رسېدلي اووم اتم نه هم دي هغه چې بیا د کانکور امتحان د کوچني هلته ځان ثابت کړي دا یې ولاړ ده چې په دې باندې غور وکړي او آینده کال ته کوم داسې سیستم ورته جوړ کړي ډېر به ښه وي دوهم دا دی چې زموږ ساینسي مضامین چې موږ په دې کې ډېر پس پاتې یو سخت عقب مانده یو او درد د افغانستان هم د همدې ناحیې څخه دی اقتصادي وده پسماني مو ټول د همدې څخه هغه دا ده چې زموږ ډېر مهم تحصیلات په داسې ژبو کې نه دي چې په هغه کې د ساینس اسانه مهیا وي او یا د کتاب اسانه مهیا وي او یا د تحقیق اسانه مهیا وي او یا د زده کړه اسانه مهیا وي ډېر کاله کېږي زما په دې فکر دي د وزیر صاحب تحصیلات علي سره د وزیر صاحب معارف سره او د پوهنتون د استادانو او رسابانو سره په دې خبره کړې ده چې انجینري او طب یا پوهنتون سي یا پوهنتون سي یا په تاسو ته یو څه ویل شي انګریزي به تر دې مونږ انګریزي جام شو ورته او په انګریزي کې څو تحصیل وکي هم کتاب ورته آسان دي هم روز ورته آسان دي او هم په دغه رشته کې بشي ترڅو د فرانسوي جمهور رئیس هغه نه نوې جمهور رئیس ما ورته ویل چې د افغانستان د ټیپ فاکولټي کې د کابل د ټیپ فاکولټي کې فرانسویانو په خوا ډیره ښه سهم درلود کوشش وکړ کدوی راسي تاسو موږ د ټیپ فاکولټه ټول دی واه استاد راولي کتاب راولي په فرانسوي به زموږ بچان د ټیپ وای او زده کوي شو ډاکټر مس که په جرمني کېږي که په انګلیزي کېږي به تر انجینری حاضر کړئ سره مو سخت میشه سره استاد مو سخت میشه سره معاصر مو یک چند روز سخت به باشه بسان باز آسانی در آسانی در آسانی سکمه هم مملکت ما ترقی میکنه هم از بیرون بیغم میشیم و هم از در داخل تهداب ساینس ما درست گذاشته میشه هند و پاکستان و اینهایی که از ما که در طب پیش است در بمیده ریلیست ما در این سفر اخیریم به جرمنی برای امضای پیمان استراتژیک یک دکتر ایرانی دیدید یک خواهر ما یک خانم ایرانی بسیار جوان بسیار رسیده که رئیس شعبه
قلون چی میگن گوش قلون رئیس شعبه گوش قلون کلانترین شفاخانه جرمنی بود کلانترین شفاخانه جرمنی یک خانم ایرانی بسیار انگلیسی حالا فوق العاده خوب بسیار جرمنی حالا صحبت میکرد فارسی رو خوانه زبانش بود که چون به فارسی صحبت میکرد ما گفتم در کجا درس خوندی خوار؟ گفت در تهران فاکولته در تهران خوندی؟ بله ماستریت کجا گرفتی؟ او رو هم در تهران گرفتی با کدام زبان خوندی؟ به انگلیسی در تهران و با مجرد آمدنم به جرمنی گفتم چند دادم استخدام شدم به بهترین جاش به خانم 35 ساله و رسیده پس چیزی که زبانی که ما را در ساینس پیش میبره و را ما باید در فاکولته خود خصوصا در طب و انجینری و مضامین ساینسی خود رواج کنیم تا از این ناحیه پیش بریم سوم ما پارسال 5 میلیون دلار برای بهترین استعدادهای خود تخصیص دادیم که در خارج تحصیل کنند. از لیسانس تا ماستری تا دکترا. امسال 10 میلیون دلار به اختصاص دادیم. امیدوار هستم که وزارت تحصیلات عالی این پروگرام موفق بسازد و این پارسال جنجال داشتیم بسیار با بروی صاحبم تشریف دارند دیر راستت موین صاحب شانم هستن برادر ما امسال ایره بهتر بسازین شاگردای ما از سراسر مملکت از تمام ولایت مملکت بدون هیچ گونه ملاحظه دیگه جز لیاقتشان اما تو شده بسیار را اینا برن به تحصیلات عالی خود به هند روان میکنین به ترکیه روان میکنین و به سال انشاءالله که پروگرام تر امسال موفق بود وزیر صاحب مالیه ششته 15 میلیون دلار ازش به زور میگیریم و برتان میتیم که تحصیلات بهتر شد پس از 10 میلیون به سالی را 15 میلیون دلار میسازیم 15 میلیون دلار میسازیم که اگر امسال 1000 نفر روان کردیم چه روان کردیم امسال 600-700 نفر خب به سال ایره 1000 نفر میسازیم 1000 نفر جوان ما 15 میلیون دلار برای کشور ما هیچ است ولی تربیت 1000 نفر جوان ما برای کشور ما یک غنیمت و یک آبرو و یک قوت بزرگ است حتی بسی چند میلیون دلار باشه ما با جوان این یک سرمایه است بزرگترین سرمایه است این سرمایه ما از معدنیات ما که بر ما مهمتر است این سرمایه ما از باغ ما که بر ما مهمتر است این سرمایه اصلی مملکت ما است که جوان مملکت ورزیده شوه و آراسته با تمام علوم امروز و علوم شوه که به درد ترقی جامعه ما بخوره این سه پیشنهاد مشخص برتون داشته اصلاح سیستم کنکور رساندن معسل للایق به می سکارش پایک است و توضیح سکارش باکس ما دور است و اصروف سین و کار کنین وزیر تحصیلات عالی و معارف که تحصیلات مسلکی ما خصوصا در طب انجینری با زبان انگلیسی شود و یا هر زبان دیگه مثلا اگر جرمنی خواهش داشته باشه که به فاکولتی انجینری ما رو بگیره بسیار خوش میشه نمیدونم با سفارت جرمنی کسی آمده یا اینجا نامده که اگر نامده میشنون الله خبرها رو میشنون خبر میشن که اگر جرمنی به فاکولتی انجینری ما رو بگیره ما بسیار خوش میشه کمک هم که چون میکنیم جرمنی بهترین انجینیر داره اون موترش و سامان تولیدات سنشتی در جهان بی نظیر است و بهترین انجینیر بر ما میسه طبی ما را اگر فرانسه میگیره خوش استیم با براش صحبت کنیم اگر اونا نمیگیرن خود ما باید که استاد استخدام کنیم و طب و انجینیری خود به معیارهای برابر بسازیم که قابل کار باشن و بچنن میاییم به دو حرف دیگه پتخار که تصور دل جی یوامی آشت متواتر زمور دنجون و مکتبوت گاز پاشل کردی اخو با پا گاز مصمو میسوانی اول روز می خبر لست پا بامیان کم پیشد
د افغانستان په نورو ولایتو کې په کندز کې هم دا واقع سوی و په خوست کې هم دا واقع سوی و په مزار کې هم دا واقع سوی و دا خو واضح خبره ده چې څوک چې د افغانستان په مکتبو کې ګاز پاشي هغه حاجت تحلیل نسته نه غواړي چې افغانان تعلیم یافته سي دا څوک دي چې راغواړي افغانان تعلیم یافته سي هر څوک چې دي د افغانستان دښمنان دي که لیرې دي که نږدې دي که داخلي کې دي که د باندې هر څوک چې دي د افغانستان د ترقي دښمنان دي د افغانستان د اقتصادي ودې دښمنان دي د افغانستان د باعزت ژوندانه دښمنان دي چې زموږ د تخار نجلۍ د تعلیم محرومي دا د افغانستان دښمنان دي څه ګیر شول څه نور به هم ګیر شي او بیا د مکتبونو سوځول هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې د ډیورنډ د کرښې په اخوا په سوات کې په شمالي جنوبي وزیرستان کې په باجوړ کې حتی په پېښور او شاوخوا سیمو کې او د افغانستان په ځینو نقاطو کې خصوصا په دا شروع کې د دې ګډوډیو مکتوبونه سوځول کېدل مکتوبو ته وراچول کېدی علما شهیدان کېږي معلمان تهدیدیر شهیدان کېږي واضح دښمني ده د افغانستان د معارف سره دا حقیقت موږ باید دې ته ورسي د افغانستان ملت چې کوم شی دی چې د افغانستان دښمن ځینې ویریږي د دې خاورې د خلکو څخه زموږ د بې تعلیمه نا رسیدلی هیواد څخه نه بیریږي هغه هغه د رسیدلي تعلیم یافته افغانستان څخه ډار لري په دې چې رسیدلی تعلیم یافته افغانستان به هم پر خپلو پښو ولاړ وي هم به مداخله نه سي پکښې کېدای هم به په خپلو پښو ولاړ وي هم به مداخله نه سي پکښې کېدای تعلیم یافته افغان تعلیم یافته مملکت استعمالیدای نه سي د استثمار پر کېدای نه سي او رسېدلی وي نو زموږ علما زموږ د قوم مشران زموږ پوهان دا مملي وظیفه ده چې هر ځای دا تبلیغ وکړو چې تعلیم 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 او بیا په تعلیم کې دا اقدامات چې د افغانستان تعلیم والي سطحې ته ورسي دریمه خبره او زما آخري خبره علم پټ نه دی علم د موزیم شی نه دی چې په موزیم کې کښېښول سي علم د شریکولو شی دی چې شریک سي علم باید نسل په نسل وسپارل سي زموږ بهترین استاد هغه استاد دی چې خپل شاګرد ته خپل ټوله پوهه انتقال کړه زموږ بهترین استاد هغه استاد دی چې خپل شاګرد تر ځان لا ډیر وروزي هغه استاد به ډیر افتخار کوي په ځان چې شاګرد تر د لوی پوه وي او تر د لوی عالم وي په هغه کې د هغه استاد علمیت ثابتېږي شاګرد یې څنګه روزلی دی لکه هر مور پلار چې په اهل با ادبه رسېدلي با علمه اولاد خوشحاله کېږي د هغې سې به استاد په با علمه او روزلي شاګرد خوشحاله کېږي روزلي محصل خوشحاله کېږي او بهترین محصل څوک دی بهترین شاګرد څوک دی بهترین شاګرد او محصل هغه څوک دی چې لکه مور او پلار د خپل استاد احترام وکړي چې لکه مور او پلار د خپل استاد احترام وکړي باعزته ځوان هغه دی چې د خپل استاد لاس وبچ کړي او احترام یې وکړي او عزت یې وکړي او زده کړه ځینې وکړي او ډار ځینې وکړي
مرچز وانانو مرچز خپل معلم څخه بیرې دلو د دې نه بیرې دلو چې وهلو یې حیا مکول حیا عزت مورته درلود د معلم او شاګرد په مخ کې به عزت و خپل مابز کې چې به روانو د کور څخه تر مکتب پورې یا د مکتب تر کوره که بم بازی کولی که بم شوخی کولی چې معلم بم دلیل ودر دی سیدا به روان شول چپ به روان شول خاموش به روان شول چې معلم مو په بازی او په سایتری کې ونه ویني یک جامعه خوب داشت جامعه که خرد کلان معلوم بود قدر استاد معلوم بود آرزوی من از تمام بچه و دخترای معرف افغانستان سراسر کشور ایست که قدر استاد خود بفهمند و عزت استاد خود بکنند و دو انشاءالله و تعالی ترقی شده است گفه مهم گفه آخر مهمترین از همه ایست که معرف و پانتونای ما جای سیاست بازی نیست جای تعصبات نیست جای رسانیدن جوان افغانستان است و جای است که جوان خود می رسانه جای رسانیدن جوان افغانستان است و جای است که جوان خود می رسانه جوانی که در پانتون به عوض درس برو به حزب و حزب بازی و بنا می دانم چی و بنا می دانم چی او نه به خود خدمت می کنه نه به فامیلش خدمت می کنه نه به مملکتش جوانی که شب و روز درس خواند و خودرسان دکتر ماهر ساخت حقوقدان ماهر ساخت اقتصاددان ماهر ساخت کمپیوتر کار ماهر ساخت و با خود یک لغمنان با عزت پیدا کرد و فامیل خود آرام کرد او کشورم آرام میکنه از زیرا کشور آرام میشه وقتی که یک جوان ما بی نیاز شد از دیگران و به دست خود به خود کار پیدا کرد این ترقی کشور است جوان امریکایی چرا با ما مجبور نیست؟ گاهی شنیدین که امریکایی گرفته به افغانستان آمده؟ شنیدین؟ هیچ وقت نشنیدین؟ یک زمان یادتان است که ما در مکاتب افغانستان معلمای هندی داشتیم باید داریم؟ معلم خود ما هندی بود 10 سال پیش با ایجاد حکومت ما چون ما 1 سال پیش رفته بودم بدخشان در زمان طالبا با فاکولته طب بدخشان دیده بودم اونجا دختر آقا و بچه های فاکولته رو دیده بودم پس که آمدم چند 1 سال بعد شنیدم که به دلیل دوباره آمدن استازا با پانتون کابل از فاکولته طب بدخشان فاکولته طب بدخشان به سقوط مواجه شده ما فورا سفیر هند خواستم سفیر هند گفتیم سفیر صاحب اگر شما بر ما یک چند نفر استاد روان کنین که ما به فاکولته طب بدخشان روان میکنم که او فاکولته نماره بچه‌هایش از درس نمانن معلمایشان آمدن کابل استادشان که نمانن و هر چند معاش میگی برتان میدم گفتم 3000-4000 دلار معاش برشان میدم بازو گفت که رئیس صاحب حال وقت نیست که شما بیاد دارین حال در هند یک عالم کار است یک عالم پیسه است و استاد ما خارج نمیره هرچی معاش برش بیتی نمیره استاد ما در هند بسیار کار پیدا میکره و در هند معاشش خوب است نه آمده پس در پانتون در محیط درس در معارف جوان عزیز کشور وقت خود به این حرفای دیگه زیایی نکنین درس بخوانین از هر لحظه زندگیتان برای سعادت خود استفاده کنین ثواب باز پشیمانی یگانه جای زندگی است که ثواب پشیمانی است فایده نداره که کاش که تو نمیکنیم هیچ خلاص است روزی که تیر شد تیر شد روزی که تیر شد تیر شد شیرین عمر چی تیری جی دریغ دریغ دوبو پشان بهی جی دریغ دریغ این شیر احمد چاو باز این خطاب به جوان افغانستان است
تشرين عمر تيري جدريغ دريغ دوبو باشان بهي جدريغ دريغ بس نما امروز بس امروز استعمال کو درس بخوان و استاز ما امروز باش شاگرد ما بیادش بیارین و درس برش بتین خدای دې سیمینار در کامیاب کی تیار اوسئ که مو شه مواد را استریو بیا راځم درته څو وخت د اخیر روز د سیمینار دوشنبه پرس ساعت چند است میان پس جمع میشین بارس بیشین بالکل حاضر هستیم بارس بیشین خو اگر شما بسار مانده بزره می باشم خو مگم بازم میان شما چیز خوب داشته باشین میان ممیجی میشین بس میکنیم که به چی نتیجه رسیدیم تو نتیجه را به مردم افغانستان اعلان کنیم و معرف خود پیش برده باشیم خدا امرال خیر را منم